أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوی پروا پیشه کردن یادآور می شوم و سفارش می کنم تقوایی که برای خوشبختی و سعادت من در عالم عقبا و عزت و سربلندی و در واقع سالم زندگی کردن من در دنیا راهی و وسیله جز او نداریم. لذا فرمودن تقوا را حفظ کنین و خودتان را با تقوا از هر آسیب و ضرر و زیان محافظت کنید. الا فسونوها و تسونو بها. امید است که هممان به این سفارش توجه کامل داشته باشیم. در خطبه اول به مناسبت روز خانواده که مختصر تاریخش عرض میکنم، پیرامون خانواده و جایگاه خانواده از منظر اسلام و وظایف پدر و مادر، آحاد مردم در قبال خانواده مطالب را عرض میکنیم. در خطبه دوم یکی از مناسبت‌های جهانی و در این حال ملی ما و شما، هفته کتابخانی و کتاب است. من به همین بهانه بحث را درباره کتاب و کتابخانی تنظیم کردم که مطرح میکنم و یکی دو تا نکته از مسائل جدید و اجتماعی کشورمان لازم به یاد و به ذکر است. پایان و در واقع آخرین بخش خطبه دوم یادی از بزرگ و پیشوای نجات و هدایت، رئیس مذهب شیخ ائمه امام صادق علیه السلام خواهد بود که 25 شوال روز شهادت آن حضرت بود و امروز در سومین روز شهادت حضرت قرار داریم، اگرچه در جای جای شهر و کشورمان نسبت به این شخصیت برنامه‌هایی بوده ایجاب میکنه که در نماز جمعه هم بخش‌های از زندگی و از اندیشه‌های بلند اون امام بزرگ را یادآور شویم. اما بحث خطبه اول، خداوند بزرگ در سوره مبارکه روم آیه
21 از خانواده یاد میکنه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. یکی از قدرت های الهی از علائم عظمت و کبریایی حضرت حق این است که از خود شما من انفسکم برای شما همسران را خلق کرد، ازواجن لتسکنوا الیها، تا شما در کنار همسر و خانواده به آرامش برسین. بین همسر و کسی که برای شریک زندگیمان انتخاب کردیم خداوند می‌فرماید ما دوستی و مودت و رحمت قرار دادیم و جعل بینکم مودتا و رحمه. انسان با انتخاب ازدواج میکنه و همدیگه حلال میشه، اونچنان این رابطه ها قوی میشه و گرم میشه و ماندگار میشه که قابل بیان نیست، از قدرت بیان بیرون است. علی کل حال موضوع خانواده موضوعی بسیار مهم است. البته اسلام در آغاز آمدن پیامبر و بعثت پیامبر به این مسئله بسیار عمیق پرداخته. هرچه بشر پیشرفت بکنه تمدن و آگاهی بالا برود و انکشاف پیدا بکند، و اون چه که اسلام گفته هنوز نرسیده و باید تلاش بکنه تا برسد. و ما یقین داریم انشاءالله با ظهور طاووس بهشتیان مولای ما صاحب الزمان اون درجه عالی از زندگی به نمایش گذاشته خواهد شد. علی کل حال در سال 1993 در 20 سپتامبر مجمع جهانی سازمان ملل یک قطعنامه را تصویب کرد. بر اساس اون قطعنامه روز 15 ماه می را که برابر است با 25 ثور، یعنی همین برجی که درش قرار داریم، این روز را به عنوان روز خانواده نامگذاری کردن. خانواده در هر لحظه و در هر روز محترم است. مسئله خانواده مسئله بسیار مهم است، مسئله جدی است و می طلبد که ما به عنوان مسلمان در رابطه با خانواده دیدگاه اسلام را اونگونه که هست آشنا شویم. خیلی خلاصه و در واقع گذرا عرض میکنم. یک نگاهی وقتی با قرآن بفرمایید، کلمه اهل در قرآن مکرر به کار رفته. خیلی وقتا این کلمه اهل خطاب به پیامبران است. مثلا خداوند وقتی حضرت نوح اون پیامبر بزرگ و بزرگوار را معرفی می کند که 950 سال فقط پیغمبر بود، فلبس فی قومه الف سنت الا 50 عام، زمان پیغمبریش 950 سال بود، عمرش بیشتر گفته شده تا 2500 سال. بعد در شرایط قرار گرفت که حرفش قبول نکردن، خدا دستور داد اون کشتی رو بسازد و در داخل کشتی از هر موجود زنده یک زوجی و یک جفت را برای نجات در نظر بگیرد. فاوحینا الی ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا فاذا جاء امرنا و فارت تنور فاسلک فیها من کل زوجین اثنین. وقتی امر ما دستور ما صادر شد برای هلاکت همه را
رها کن، از هر موجود دو تاره انتخاب کن و اهلک، خانوادت حفظ بکن. الا من سبق علیه القول، از بین خانوادت کسانی که قبلا ما گفتیم اونها را سراغش نرو، چون پسر حضرت نوح حرف پدر را قبول نکرد. شما اگر این واژه را در قرآن دنبال کنین موارد بسیار جالب را پیدا میکنین. خداوند به پیغمبر میفرماید و امر اهلک بالصلاة، پیغمبر خانوادت وادار به نماز بکن. و اصطبر علیها، در مقابل نماز که یکی از راه های سعادت است، در قبال خانواده بسیار جدی باش و پافشاری کن. مسئله خانواده در اسلام بسیار مهم است. حضار محترم، مهمانان حضرت حق در این فضای نورانی، اگر میخواهیم کشور آباد، امن، مترقی و با افتخار داشته باشیم، جامعه خوبی داشته باشیم، شهر خوبی داشته باشیم، مکتب و دانشگاه و پاهنتون و حوزه و مراکز آموزشی و تربیتی خوب داشته باشیم، باید بنیاد خانواده را و اساس خانواده را با دقت پیریزی کنیم. اگر از اونجا کار درست نشود و برنامه درست نشود، میلنگه. از آغاز اگر حرکت با هدف و با تدبیر صورت نگیرد، تا بالاترین جایگاه های اجتماعی مشکل آفرین خواهد بود. در سطح رهبری اگر مشکل حس می شود، باید ریشه را در تربیت خانوادگی جستجو کرد. خیلی فرصت کوتاه است، من هرچی با خودم فکر کردم، دریای از معارف و رهنمودهای قرآن و اهل بیت علیهم السلام در اینجا داریم، متاسفانه کم استفاده میکنیم. ای کاش کارشناسان ما در تلویزیون ها، در رسانه ها، همونطور که عرض کردم، در نمازهای جمعه سطح کشور، در ولایات، در خطابه ها از این ابزار بزرگ و رهگشا استفاده کنن. قبل از اون که یکی دو نکته از آیه قرآن عرض کنم، اجازه بدین هممون سر سفره پر از برکت و متنوع اهل بیت علیهم السلام بنشینیم. آقا امیرالمومنین فرمودن بهترین زندگی کدام زندگی است؟ خب همه ما دنبال یک زندگی خوبیم. اگر مرد خانواده تلاش میکنه، اگر زن خانواده برنامه داره تلاش میکنه، اگر علما، اگر اهل دانشگاه و تخصص، اهل طبابت و صحت و پزشکی، همه به خاطر این است که ما یک زندگی خوبی داشته باشیم. آقا امیرالمومنین فرمود بهترین، آسوده‌ترین زندگی اون زندگی است که خدا به انسان قناعت عنایت کنه، روزی کنه. فرمود انعم الناس عیشاً من منحه الله سبحانه القناعه. خیلی مهمه، اگر جامعه اهل قناعت نباشه، حکومت اهل قناعت نباشه، فرد اهل قناعت نباشه، زندگی سخت میشه. دومین عامل آسایش، به فرموده امیر بیان، سردار سخن، و اصلح له زوجه، همسر شایسته داشته باشه. هیچ چیزی نمیتواند به اندازه یک همسر شایسته و آراسته به دستورات دین و خرد و عقلانیت زندگی را به جامعه را آرام بکنه و به متد و به زوایا و شرایط زندگی او را در بیاورد.
خیلی باید روی استحکام و روی ساختن فکر خانوادمون کار بکنیم. مسئله اساسی است برای یک زندگی ارزشمند. باز هم امام صادق فرمودن سه چیز، بعضی چیزها را به دلایل بیشتر توجه میکنیم اما از بعض محورهای مهم به دلایل فراموش میکنیم، نادیده میگیریم. آقا امام صادق فرمود سه چیز زندگی را کدر میکنه، یعنی زندگی را خراب میکنه، آدم از او زندگی خسته میشود. یک، حاکم جائر، سلطان جور، یک حکومتی که در رأسش یک آدم ظالم بیدادگر عیاش قرار داشته باشه. ما در تاریخ گذشته کشور خودمان، کشورهای خلاصه جهان شاهد بودیم چقدر زندگی سخت میشه. دومین چیزی که زندگی را خراب میکنه، حضرت فرمود امسایه بد و جار سو. خب به اینا توجه میکنیم. حضرت در مرحله سوم فرمودن والمرأت البذیه، زنی که با زبانش با اخلاقش انسان را می آزارد. فرق نمیکنه مردی که با اخلاقش با خلاصه بدرفتاری و بدزبانی و رعایت نکردن اخلاق و ادب باعث اذیت و آزار خانواده می شود. چقدر مهم است مسئله خانواده در جامعه، در امنیت، در پیشرفت زندگی. ما اینها را به عنوان نسخه های سلامت جامعه دنبال میکنیم و حقیقتا این نسخه ها نسخه هایی نیست که از اینا بتوانیم صرف نظر کنیم و یک خانواده خوب داشته باشیم. من در این روزها خب یکی از بخش های کارم صحبت در واقع پیگیری امور که برای خانواده ها اتفاق میفته. همین دیروز یکی از متخصصین شهر تقریبا ساعتهای 8:30 نزدیک به 9 شب بود با من در تماس شد، خب احوال از ما پرسید. بعد مسائل خانوادگی عده ای از مردم ما و شما که به هر دلیلی گاهی در یک به اصطلاح موج شکننده قرار گرفتن، زندگیاشون منتقل کردن با اینی که میتونستن در کشور بمانن، امکاناتشان هزینه کردن، حالا در خارجن. درباره او با هم صحبت میکردیم، خیلی یارم متذکر شد، گفت آقا پشیمانم، الان راه برگشت ندارم. ما باید مسئله خانواده را جدی بگیریم. اینه به عنوان یک رسالت بزرگ به همه بزرگان، مسئولین، به آحاد جامعه عرض میکنم. ما باید محیط زندگی را در کشور با رعایت این دستورات که دستورات آخرین فرستاده خداوند، یعنی آخرین پیغمبر است که بالاتر از این دستور پیدا نمی شود، باید اینجا را ساماندهی کنیم. نمی شود ما برای یک زندگی خوب فکر فرار از کشور به سرمان باشه. ما باید این جغرافیا را به اون نمودارها و به اون شرایط برسانیم و شدنیست. پنج چیز اگر یکیش نباشه، در روایت داریم زندگی ناقص است. نه هر پنج تاش، بعضی وقتا یک چیزم نباشه کار میلنگه. شما دیدین الان که برق نبود صدای من به همه جا نمیرسید. آقای امام صادق فرمودن خمس و خصال من فقد واحدتا من هن لم یزل ناقص العیش. پنج چیزه که یکیش نباشه زندگی مشکل پیدا میکنه. فکر انسان، حضرت فرمود، همیشه مشغوله، خوب نمیتونه تحلیل بکنه، خوب نمیتونه خلاصه برنامه ریزی بکنه، خوب نمیتونه منافعش دنبال بکنه و تشخیص بده.
باید اینها را فراهم بکنیم تا خوب فکر کنیم. اولین چیزی که اگر نباشه، حضرت فرمود صحت بدنه. من خیلی متاسف و متاثرم، این از باب تذکر عرض میکنم، هنوز کشور افغانستان، کشور پاکستان، هنوز که هنوز است گرفتار فلج اطفاله. نمونه های از فلج اطفال هنوز هم در کشور ما مشاهده میشه. این یک نوع جفایی به ملت است. ما باید زمینه سلامت مردممان را با همه برنامه ها فراهم بکنیم. اولین چیزی که اگر نباشه، جامعه و خانواده و فرد نمیتواند خوب برنامه ریزی بکنه، صحت بدن است. دو، امنیت. آدم اگر در امنیت نباشه، برنامه ریزی زندگیش از دستش بیرونه. خب میدانین یک شرایط استثنایی وقت سراغ آدم میایه، آدم نمیتوانه مساله خودش به آسایش و آرامش و به دقت برنامه ریزی بکنه. باید امنیت باشه تا آدم بر اساس او امنیت برنامه های زندگیش برنامه ریزی بکنه. سه، از ساعت و فرز، وضعیت زندگی، درآمد باید نرمال باشه. در شرایط حاد، در فقر، در گرسنگی، در تنگنا، جامعه نمیتواند خوب تصمیم بگیره. این سه تا، بعد از این سه تا حضرت سراغ خانواده میره. و رابعه الانیس الموافق، حضرت فرمود چهارمین چیزی که اگر نباشه زندگی آکنده از گرفتاری میشه، از ناملایمات میشود. فرمود انیس موافق، اون کسی که با انسان ارتباط داره، باید هم فکر انسان باشه، هم نظر انسان باشه، هم سفر انسان باشه، نه هم قفس و در یک زندان. راوی سوال میکنه آقا مرادتان از انیس موافق چیه؟ حضرت میفرماید قال الراوی قلت و مل انیس الموافق. خیلی دقت کنین، از برکت این شخصیت بزرگ امام صادق ما این عبارات را به عنوان نسخه های زندگی داریم به سمع شما مهمانان خداوند میرسانیم. حضرت فرمود انیس موافق زن صالحه، همسر شایسته، ولد و صالح، اولاد صالح. همسر وقت صالحه بود، نتیجهش دختر صالح است، پسر صالح است. نتیجه فرزندان صالح، خانواده صالح، والخلیط الصالح، همسایه های خوب. وقتی خانواده ما در این گوشه از شهر، در این گوشه از محل با تمام دقت برنامه زندگیش تنظیم میکنه، این سرایت میکنه به او همسایه. اگر او همسایه هم مثل ما بهتر از ما برنامه ریزی بکنه، بعد ببینین این فضا چقدر گشایش پیدا میکنه. مگر شهر از چی ساخته میشه؟ کشور از چی ساخته میشه؟ این کلان شهرها، این روابط بزرگ از همین نقطه های آغاز باید برنامه ریزی شود. حضرت فرمود اینها اگر یکیش نباشه زندگی ناقص است. بعد فرمود پنجمی همه اینها را داره. در بیان که حضرت دارن فرمودن اون چی است؟ آسایش است. میبینیم آسایش خوابیده در یک بستر که باید از آغاز زندگی و خانواده شروع میشود. متاسفانه کم به مسائل خانواده احترام قائل هستیم، مخصوصا به همسرانمان. باور کنین حرف پیغمبر است، فرمود همسر و زن را جز انسان پست بی احترامی نمی کنه. هر کس به همسرش بی احترامی می کنه، او یک نکته منفی و یک نقیصه دارد. چقدر زیبا قرآن عظیم و شان وقتی مسئله خانواده را مطرح می کنه، با
بیان دارد. می فرماید در سوره مبارکه بقره: هن لباس لکم و انتم لباس لهن، آیه 187. نیاییم فقط به تلاوت قرآن اکتفا بکنیم، قرآن مراحل داره، عبارت داره، اشاره داره، لطیفه داره، حقایق داره. خواندن قرآن آغاز کار است. در این آیه شریفه خداوند زن و شوهر را لباس هم دیگر معرفی کرده. هن لباس لکم، زنها لباس مرد هاست، و انتم لباس لهن، شما هم لباس برای همسرانتان هستید. معمولا لباس است که انسان را در شرایط خاص، در گرما، در سرما از آسیب حفظ میکنه. همسر اون شریک زندگی ما را از خیلی مشکلات حفظ میکنه. شما هر آدم موفق را در زندگی ببینین، در کنارش یک همسر موفقه. از دامن زن مرد به معراج می رود. ما باید این حس در زندگی ما داشته باشیم. دوری از لباس باعث ذلت انسان است. دیدین بعضی ها لباس بد می پوشن، لباس تنگ، چسب، بی آستین، گاهی حجاب رعایت نمی شه. خب تا آدمی صحنه رو می بینه احساس ناراحتی می کنه. دوری از لباس باعث رسوایی انسان است. کسی که زیر بار ازدواج و همسر گرفتن نمیره، این آخرش منجر میشود به رسوایی. امروز دنیا گرفتار این مهلکه است، این معضله است. ازدواج سفید، روابط غیر قانونی، روابط نامشروع، همه اینها یک حرکت بزرگ است در مقابل این امنیت جهان. امنیت جهان در تحکیم خانواده نهفته است. ما باید در مسائل زندگی روانمان را برای خوب شدن مدیریت کنیم. انسان همون گونه که با لباسش توجه داره، به لباسش توجه داره. دیدین وقتی میخواییم جایی بریم، مجلسی، نوع لباس را که انتخاب میکنیم، خلاصه در شرایطی که قرار میگیریم مد نظرمون هست. رنگ را که انتخاب میکنیم، شرایط را که در اونجا وارد میشویم، همه اینا را در نظر میگیریم. خب همسر است، انتخاب شده. حالا بعد از انتخاب یه چیزای جدیدی میبینیم. حالا روحیات فرق داره، او لطیف است. باید خودمون عیار کنیم با روح لطیف همسرمان. نگیم همه چیز باید بر حسب خواسته ما باشه. اونم وظیفش امینه. اینا حقیقت‌های زندگی است. خیلی مهم است برادران، خواهران، لباسمان را باید از آلودگی ها حفظ کنیم. خانواده و همسرمان فرق نمی کنه، مرد، زن، اینها را باید محافظت کنیم از آلوده شدن. خدا به زنهای پیغمبر می فرماید: یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، شما مثل بقیه زنها نیستین، زنهای بقیه مردم نیستین. شرطش اینه که با تقوا باشین. فلا تخزعن فی القول، در صحبت کردن، در حرف زدن کرشمه به خرج ندین. یک عده قلبشان مریضه، اینها به طمع میفته. امروز این حرف نگفتیم و نمیگیم که دوران امارت است. ما در دوران جمهوریت بارها و بارها به این مسائل پرداختیم و گفتیم رسانه ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی متوجه سلامت جامعه باشند.
خانواده مهم است. همون گونه که در اون زمان بی‌توجهی شد به نام آزادی ادهی را به اسارت گرفتن، امروز هم نباید به قانون خانواده بی‌توجهی شود. به مادران آینده، به پدران آینده باید برای عزت و سربلندی کشور توجه کامل و سرمایه کامل در نظر گرفته شود. فرصت من ایجاب نمی کنه مسئله بحث خانواده را بیش از این دنبال کنیم. علی کل حال مهم است ما درباره خانواده در کشور برنامه های جدی داشته باشیم. تنها هدف از تشکیل خانواده ارضای غرایز جنسی احساسات عاطفی نیست، اگرچه بخش از اینها به شکل مشروع از همین مسیر تأمین می شود. مسئله تولید نسل، یکی از برکاتی که امروز ما در کشورمان داریم جامعه جوانی که داریم. خیلی از کشورها به این مشکل گرفتارند. ما برای این سرمایه ها باید برنامه داشته باشیم. برادر و خواهرها، اینایی که توجه ندارن، نسل ما در آغاز جوانی به سفرهای بی برنامه می روان، اینها خطر بزرگ است. فکر نکنین غرب دلش به جامعه ما سوخته، فرزندی را که 20 سال پدر و مادر با همه سختی ها از سرمایه کشور تربیت کرده، با انرژی که باید برای ساختن کشور از او مصرف استفاده شود، تحویل به یک نامحرمی میدهیم که او را فقط طعمه امیال و غرایز کثیف و آلوده خودش قرار داده. اینها میطلبد یک برنامه کلان را در سطح کشور که انشاءالله برنامه ریزی شود. باید مسئله تقسیم کار در قانون خانواده مورد توجه باشه. نمیشه، زندگی پیش نمیره اگر مسئله کار و تقسیم وظایف در خانواده نباشه. اگرچه جزء وظایف که به شکل یک واجب باشه نیست، اما اخلاق اسلامی، روش پیامبر ایره نشان میده. لذا فرمود که جهاد زن خوب شوهرداری کردن است، جهاد المرأه حسن التبعول، جهاد زن اولاد خوب تربیت کردن است، آسایش و آرامش خانواده است. امیدواریم که خانواده با رنگ و عطر و با شاخصه های قرآن که مسئله لباس یکی از اون نمونه ها بود، آسایش و آرامشی که از بیان شیخ الائمه کشاف عقاید اینجا یادآور شدیم نمونه دیگری بود. انشالله سراسر کشور ما از این موهبت الهی با غیرت و با مدیریت و با برنامه ریزی بهرمند بگردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح.
ائمه المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. مکرر از باب تذکر، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یاداوری کن که یاداوری برای مؤمنان منفعت دارد. عرض شده که نماز جمعه با عبارت فسعو در حضور و در مشارکتش معرفی شده. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی صدای اذان جمعه بلند می شود، فسعو الی ذکر الله، تلاش کن برای رسیدن در این ذکر. حج فقرا معرفی شده. عدم حضور بدون علت باعث می شود انسان در زمره منافق قرار بگیره، البته سه جمعه متوالی بی جهت. این ذکر بزرگ و یاد بزرگ رسالت های کلان و همه جانبه و اجتماعی دارد. اون چرا که در جهت بیداری و عزت و هوشیاری و اقتدار جامعه اسلامی اثر دارد، چی عمل با اونها و چی دوری از اونها باید در این بستر و در این میادگاه عاشقانه و عشاق یاد شود. اولین نکته ای را که عرض میکنم مربوط به مسائل اجتماعی کشور من هست. صندوق کودکان سازمان ملل، میدانین اسلام خیلی به کودک احترام قائل است، یونیسف اعلان برنامه ای را کرد که در نظر دارد در سال جاری میلادی تعداد صنف های درسی محلی را برای کودکان در تمام ولایت های افغانستان، در 34 ولایت و 21,000 صنف، نه 21,000 کودک، و 21,000 صنف آموزشی برساند. تا الان در 30 ولایت 17,000 صنف است. 4,000 صنف دیگه قرار است افزوده شود و قبلا 566,000 دانش آموز از این مکتب ها استفاده می کردن. در شرایط جدید 660,000 کودک در این مکاتب را پیدا میکنن. میدانین اینها کودکان هستند که در منطقه هاشان مکتبی وجود نداره، یعنی واقعا فاجعه در کشور. کشوری که زیر ساخت آموزش و تربیتش این گونه باشه، ما از اون نسل که بدون آموزش تولید میشه، بزرگ میشه، چه انتظار باید داشته باشه؟ امیدوارم که با همکاری مسئولین این بخش ها حمایت شود و انشالله در یک برنامه ریزی و پروژه کلان زمینه آموزش همه فرزندان سرزمین آماده شود. من در یک سفر زمستان غزنی رفتم، از مرکز غزنی به سمت سنگ ماشه و جاغوری می رفتم، به بعض قریه ها وقتی رسیدم، با این که برف بود، آثار تعطیل بودن و کساد بودن آموزش چنان بر فکر و روحم اثر گذاشت. گاهی او صحنه به یادم می آید، در شرایط قرار می گیرم که باید اشک بریزم و بارها گفتم دلسوز و دلسوزی به یک مملکت این است که این زیر ساخت ها توجه شود. امیدواریم که انشالله در شرایط جدید این مسائل دنبال شود. و نکته دوم، خبر خوشی را که هفته گذشته شنیدیم و انشالله که این روند برای پیشرفت و عزت کشور انشالله ادامه پیدا بکنه،
مسئولین امارت اسلامی در یک حرکت دلسوزانه از هر آدرسی که این حرکت مدیریت شده ما تشکر میکنیم و قدردانی میکنیم. این خبر منتشر شد که پاهمتونهای خصوصی و همینطور مکاتب خصوصی در سال 1402 خدمت شما عرض بشه که از مالیات معاف شدن و این حرکت باعث دلگرمی، باعث علاقلال توجه و کمک به پاهمتونهای خصوصی و دانشگاه‌های خصوصی و مکاتب خصوصی است که بخشی از آموزش و پرورش به عهده دارند. ما امیدوار هستیم که بیش از این به مسائل آموزشی و مسائل تربیتی توجه شود. تشکر میکنیم و منتظر انشاءالله حرکت‌های بهتر برای آموزش دختران و فرزندانمان هستیم و یقینا دلسوزان جامعه با تذکرهایی که خردمندان و دلسوزان گفتن به این مسائل توجه بیشتر خواهند کرد. دیگه بیش از این فرصت ندارم به مسائل اجتماعی بپردازم. یک مسئله که هم اجتماعی است و هم در واقع تاریخی و در واقع جهانی است، مسئله خواندن کتاب است و توجه به کتاب. میدانین مسئله کتاب و کتابخانی از مسائل مهم است برای رشد جامعه. خداوند بزرگ در قرآن عظیم الشان یکی از موضوعات را که مطرح کرده مسئله کتاب و کتابخانی است. 23 آپریل مصادف است با روز کتابخانی در جهان و این روز هم ساله از طرف بخش‌های فرهنگی سازمان ملل در سراسر جهان بزرگداشت می‌گردد. در افغانستان از 23 ثور تا 30 ثور به عنوان هفته کتاب معروف است. حالا چقدر از کتاب تجلیل میشه باشه، من به خاطر که این به اصطلاح برنامه را دنبال بکنم خواستم این جریان تاریخی را اینجا مطرح بکنم. میدانین در کشورهایی که پیشرفت است عامل اصلیش کتاب خوندن است. باید ریشه های پیشرفت و رمزهای پیشرفت را پیدا بکنیم. مثلا یونسکو بر اساس اطلاعاتی که در سالهای 1991 تا 215 یعنی تقریبا 9 سال قبل، اطلاعات مربوط است به 9 سال قبل به دست آورده. شما میدونین الان چین یک کشوریه در حال پیشرفت، این که قابل انکار نیست. اینا گفتن یک چینی به طور متوسط در یک هفته 8 ساعت کتاب مطالعه میکنه. میزان باسوادها در چین 96% و بیش اندیست، یعنی از 96% بالا زده. خب ژاپن در مقابل چین پیشرفتش بیشتره. ژاپنیا در روز 90 دقیقه، اونا در هفته 8 ساعت مطالعه میکردن، یعنی در 8 روز. خب 8 ساعت میشه روزی 60 دقیقه. ژاپنیا در روز 90 دقیقه مطالعه دارن، یعنی 1.5 برابر چینیا. یک ژاپنی در طول سال بین 46 تا 47 کتاب میخونه. چند نفر از مدیران ما در سال 47 جلد کتاب میخونه؟ من گاهی به دوستان خلاصه همکیش و هم مسلک خودم به شوخی میگم آقا این صحبت سخنرانی شما از کجاست؟ میگه آقا سالهاست مطالعه نکردم. گاهی افتخار میکنه میگه بی مطالعه سخنرانی میکنم. سخنرانی بی مطالعه یعنی ظلم به مردم. درس بی مطالعه، بی آمادگی،
در پوانتون، در دانشگاه، در حوزه، در مکتب، یعنی خیانت به ملت، امتحان بی آمادگی، ظلمی نابخشودنی. باید کار کرد. متاسفانه تاریخ کشور ما در قبال کتاب یک تاریخ در واقع رنج و خستگی و در واقع تاریکی است. اجازه بدین من خیلی کوتاه این تاریخ را بگم، نمیخوام وارد خلاصه بست ماجرا بشم. در تاریخ معاصر افغانستان مسئله کتاب یک فراز و فرودهای بسیار سختی دارد. یادم میآید در دوران جمهوریت یکی از دانشگاه ها افتتاح میشد، از من خیلی با اصرار خواستن بیا سخنرانی کن، قبول نکردم. خیلی اصرار کرد، بعد گفتم در حد یک سخنرانی 15 دقیقه میآیم. سه تا وزیر آمده بود در همین مزار شریف، انتظار داشتم من خیلی ستایش بکنم. بعد وقت بس مطرح شد، جایگاه دانشگاه ها را مطرح کردم. گفتم دانشگاه کشور ما در سال چند جلد کتاب دانشگاهی و تخصصی بیرون میده؟ صفر. در حالی که دانشگاه های کشورهای دیگر از نیرو و از جوانان افغانستان استفاده کرده و کتاب های مهم را در دنیا نشر کردن، این بچه ای افغانستانی در یک کشور دیگه صاحب این جایگاه است، اما در کشور خود ما چرا؟ چون حکومت به این چیزا بها نمیداد. من اگر این مطالب دنبال میکنم، مثل یک عضوی از این خانواده افغانستان دنبال پیشرفت یک کشور هستم. همه نمازهای جمعه را کمک میکنم، همه مراکز آموزشی حوزوی را با خلاصه در نظر نگرفتن مرزهای مذهبی و قومی دنبال میکنم. چرا؟ چون میدانم راههای عزت در کجاست. شاهان افغانستان، حکمرانان افغانستان در تاریخ افغانستان متفاوت برخورد کردن با قضیه کتاب. در عهد احمدشاه ابدالی تاریخ شاهی توسط محمود حسینی نوشته شد، یعنی یک نوع توجهی شد به کتاب. در دوران دوست محمد خان فرهنگ کتابخانی به فراموشی سپرده شد. در دوران امیر شیر علی خان در سالهای 1863 تا 1879 که متأثر بود، ایشان از مشوره با مرحوم سید جمال الدین هر دوره‌ای که بزرگان، حکام با علما، با نخبه ها مشورت بکنن یقینا فایده می کنن. امیر علی شیر علی خان که اسمش بردم با سید جمال مشورت کرد، سید جمال به او پیشنهاد توجه به کتاب داد. دستگاه چاپ برای اولین بار وارد افغانستان شد که بیش از همه زمان ها کتاب هایی که در افغانستان تألیف شد و چاپ شد در اون زمان بود. در دوران حبیب الله خان کتاب سراج التواریخ در افغانستان نشر شد، نشریه سراج الاخبار نشر شد و در زمان خودش نشریه مهمی بود. اما در بعض دوره ها مثل دوره حبیب الله و نادرخان در اثر خفقان کتاب و کتابخانی بسیار ضعیف شد. در اواسط حکومت ظاهرشاه آزادی فکر و فرهنگ به وجود آمد، انجمنهای فرهنگی به وجود آمد. ما هر دوره ای را باید با خلاصه شرایط خودش قضاوت کنیم. در دوران کمونیست ها مسئله کتابخانی بود، اما درست مدیریت نشد. بیشتر اندیشه های چپ
و کتاب‌های انحرافی مورد توجه قرار گرفت که نتیجهش انقلاب و اون خلاصه تحول شد. در دوران جمهوریت هم مسئله کتاب بسیار مورد بی‌مهری قرار گرفت. در شرایط جدید پیشنهادمان، طرحمان به مسئولین، به امارت اسلامی و دلسوزان به این جامعه این است که به مسئله کتاب، کتابخانه و کتابخانی توجه زیاد شود. مسئولین باید با یک عمق صحبت کنند. مطالعه، تخصص تنها راه پیشرفت جامعه است. امیدوارم که به این مسائل توجه جدی شود. وقتم کم است و الا در این موضوع حرف و سخن زیاد. امیر بیان فرمود: من تسلا بالکتب لم تفتفده سلوه. فرمود کسی که آسایشش را در کتاب ببیند. استادی که ساعت ها مطالعه نمی کند، مدیری که ساعت ها مطالعه نداره، انس با کتاب نداره، آسایش در کتاب نمی بینه، خیلی فرصت ها را از دست میده. فرمود کسی که با کتاب انس میگیره هیچ تهدیدی و هیچ خطری او را از صحنه بیرون نمی کند. خردهای دانشمندان با فوت و موت از بین می رود. پیغمبر فرمود با کتاب اندیشه ها را نگهداری کنین. من از باب وظیفه به مناسبت هفته کتاب این نکات مطرح کردم. حرف زیاد است. امیدوارم که نخبه ها، مسئولین به آدرس هایی که واقعا می تواند به کشور و جامعه خدمت بکنه توجه کنند. بر اساس لیاقت، بر اساس ارزش سراغ مسئولین بروند. کسانی را در مستر خدمت بگذارم که اینها کتاب خواندن، اینها تخصص دارن، و الا کشور به سمت پیشرفت نخواهد رفت. خب وقت خیلی کم است، با اینه که سعی میکنم کوتاه‌تر صحبت کنم، اما گاهی مسئولیت ها ایجاب میکنه یه مقداری بیشتر میپردازم. هفته ای را که پشت سر گذاشتیم، امروز آخرین روزش است. روز چهارشنبه یا سه شنبه 25 شوال مصادف بود با شهادت کشاف حقایق امام صادق علیه السلام. نمیتونم آقا را معرفی بکنم، فقط براتون میگم، همین مقدار میگم. خداوند در حدیث لو که توسط جبرئیل و پیامبر فرستاد و در روز ولادت حضرت سید الشهدا امام حسین، این حدیث در قالب یک لوحی به حضرت زهرا هدیه داده شد، معروف است به حدیث لوح. میفرماید هر کس امام صادق را قبول نکند هلاک می شود. مهمانای نماز جمعه، بسیار قضیه مهمه. سیهلک المرتابون فی جعفر. سال 83 حدوداً 22 سال بعد از شهادت جدش امام حسین به دنیا آمد. 65 سال زندگی کرد. 31 سال همراه پدرش امام باقر، 34 سال امامت به عهده اون بزرگوار بود. خیلی خوب مدیریت کرد. و خدا امروز دنیا سر یه سفره نشسته. 4000 شاگرد در اون شرایط. من یه تکه از خلاصه شخصیت امام صادق میگم. تشکر میکنم از رسانه ها، مخصوصا از رسانه ملی که زحمت میکشه میایه. ما در دوران جمهوریت هرچی میگفتیم رسانه ملی نمیامد خطبای نماز جمعه را ببره و پخش بکنه. این از این باب نمیگم که صحبت ما و سخنرانی ما پخش میشه، ما کاری نیستیم. ما هرچی میگیم یا از قرآن است یا از پیامبر است یا از اهل بیت است، اما اینها را به نفع جامعه میدانیم. مثل یک غذایی که پخته میشه، زحمت کشیده میشه، آدم دوست داره همه دوستانش به همسری سفره بشینن. ببینین من امام صادق براتان این گونه معرفی میکنم. امام صادق کسیه که رؤسای مذاهب جناب ابو حنیفه رضوان الله تعالی علیه،
رئیس مذهب احناف، شاگرد امام صادق و رابطه نزدیکی با حضرت داشت، و همینطور مالک ابن انس فقیه مدینه میگوید من دیدن امام صادق میرفتم، کنت ادخل الی صادق، من میرفتم منزل امام صادق، جعفر ابن محمد فیقدم لی مخده، امام صادق خودش و پشت من متکا میگذاشت، پشتی میگذاشت، بعد میگفت مالک من تو را دوست دارم، یا مالک اینی احبک، من دوستت دارم. جناب مالک میگوید من از اینه که امام صادق به من میفرمود دوستت دارم خیلی خوشحال میشدم و خدا را شکر میکردم که کسی مثل امام صادق مرا دوست داره. بعد علت رفتن ابو حنیفه رحمت الله علیه، مالک، امثال اون پیش امام صادق چی بود؟ میگن ما میرفتیم از این چیزای نو یاد میگرفتیم، نکته داشت، خوش مجلس بود، پرفایده بود. بعد متاسفانه امام صادق و اهل بیت و شاگردانشان به دنیا معرفی شده. من یه جریان کوتاه بگم، یکی از شاگردان امام صادق اسمش از معلی ابن خنیس، میگه یه شب بارانی بود، خب امام صادق میدونیم در مدینه به دنیا آمد، در مدینه هم مسموم شد، به شهادت رسید، قبرش هم در قبرستان بقیع است. میگوید یک شب بارانی من متوجه شدم امام صادق حرکت کرد، شب تاریک، رشت سما، بارانم باریده، آخه شب بارانی معمولا آدم از خانه بیرون نمیره. میگه دیدم آقا حرکت کرد، منم پشت سرش حرکت کردم، اما آقا متوجه نبود. همطوری که آقا داشت میرفت یه جایی رسیدیم از دست آقا یه چیزای افتاد، من دیدم یه چیزای از دست آقا افتاد، بعد سلام کردم حضرت، تا سلام کردم از تون صدا مرا شناخت، فرمود معلا هستی؟ گفتم بله آقا جان. فرمود که اللهم رد الینا، این چیزایی که از دستم افتاده خدایا برگردان. بعد فرمود با دست زمین مس بکن، تعبیر حضرت اینه، فقال لی التمس بیدک، با دست بررسی بکن، هرچی پیدا کردی به من برگردان. تاریکی شب آدم با دستش یه چیز پیدا بکنه خیلی خلاصه دقیقا لازم داره. میگم من با دستم دنبال میکردم، دیدم تکه های نانه، گرده های نان، غذا، اینا رو جمع میکردم، دیدم آقا یک کیسه دارم. رهبرا، بزرگان، علما، بعد وقتی همه رو جمع کرد دیدم کیسه ای به دست مبارکشه، حرکت کرد، گفتم آقا میشه من این کیسه رو بگیرم؟ فرمود نه، خودم باید این کار رو بکنم. میگر آقا حرکت کرد، منم دنبالش حرکت کردیم، رفت رسید به سقیفه بن ساعده. در مدینه یک جایی بود که اونجا خلاصه سقف داشت اما ساختمان کامل نبود، معروف بود به سقیفه بن ساعده. حضرت اونجا رفت و یه تعداد فقیر خوابیده بودن، میگه من همراه حضرت بودم، حضرت زیر خلاصه سرکنار هر فقیری مقدار غذا و نان گذاشت. دقت کنیم، میگه همطوری که حضرت کار انجام داد، بعد من سوال کردم آقا جان جعلت فداك یعرف هؤلاء الحق، گفتم آقا اینا شما را به عنوان امام قبول داره؟ یعنی خب ما معتقدیم امام صادق امام خدا معرفی کرده. گفتم آقا اینا کسایی است که شما را به عنوان امام قبول داره؟ حضرت فرمود نه، اینا مسلمانن، اینا به امامت عقیده ندارن، به خلافت عقیده دارن. گفتم آقا چرا این کار را کردی؟ حضرت فرمود وظیفه ای من اینه به همه مسلمان ها برسم، اگر اینا پیرو ما بودن حق بیشتری به گردن ما داشتن، اما اینا مسلمانن. اندیشه امام صادق اینه. متاسفانه بعضی رسانه ها یه چیزی از ائمه معرفی میکنن، اینا همه آب به آسیاب دشمن میریزن، اهل بیت یه چیزی دیگه است، مسلمان ها اهل بیت میشناسن. حضرت دنبال هدایته، دنبال محبته.
وقتم کوتاست، نمیتونم خیلی صحبت بکنم، اما حیفم میه که خلاصه در نماز جمعه شما را با ارادت به آقا بیشتر مهمان نکنم. بگذاریم، یکی از شاگردای حضرت اسمش هست داوود رقی، میگوید من رفته بودم خانه امام صادق، همین آقایی که اینقدر محبت داره، باور کنین امروز هم از این وضعیت ها در دنیا هست، سالهای سخت را سپری کرد. گاهی حضرت با این عظمت که داشت نیمه های شب از طرف یک عده منحرف می آمدن داخل خانه حضرت می شدن، حضرت مشغول نماز بود، آقا را بیرون می کردن. اونها سوار بر اسب، امام صادق پای برهنه، سر برهنه، می بردن به دارالحکومه. حکومت های ظالم چی نکردن؟ یکی از تلخترین خاطراتی که در تاریخ زندگی آقای امام صادق داریم تعطیل کردن درس های حضرت بود. به هر بهانه حضرت در شرایط بد قرار می دادن، خانه حضرت در یک شرایط آتش زدن. بگذاریم، یکی از شاگردهای حضرت اسمش از داوود رقی، میگه من رفتم خدمت امام صادق، حضرت فرمود برام آب بیاری. وقتی برای آقا آب آوردم، دیدم آب آقا خورد، چرب کردم، اما به محض که آب خوردم دیدم چشمای امام صادق پر از اشک شد. عبارت دقت کنین، فلم ما شربه رأیته و قد استعبر، تا آب خورد دیدم داره اشک میریزه، به اندازه هم اشک ریخت که چشماش پر از اشک شد. بعد فرمود داوود خدا لعنت کنه کسانی که به جدم حسین ظلم کردن، لعن الله قاتل الحسین. فرمود هر وقت به یاد جدم حسین میفتم زندگی ناگوار میشه. ببینین این امام صادق از علما در جلسه هستند، نکره در سیاق نفع مفید عمومه. فرمود اینی ما شربت ما انباردا، من هرگز آب سرد نخوردم مگر اینکه به یاد جدم حسین افتادم. اگر امروز ما سر سفره عاشورا هستیم، اگر اربعینی به این عظمت داریم، اینها از پایداری و استقامت امام صادق بود هست. شما مردم با حضورتان، با استقامتتان در سنگرها، این مسیر را انشالله بیش از پیش با همین اندیشه کلام امام صادق یاری خواهیم کرد. خیلی وقتتان نگیرم، یکی از شاگردان حضرت اسمش است ابابصیر، همینه بگم، میگوید من وقت شهادت آقا نبودم، بعدن آمدم، رفتم خدمت همسر آقا ام حمیده برای که تسلیت بگم. وقتی رفتم خانه آقا، همسر آقا شروع کرد به گریه کردن، منم از گریه همسر آقا گریه کردم. بعد گفت که ابابصیر لو رأیت ابا عبدالله عند الموت لرأیت عجبا، اگر اون لحظه شهادت می بودی امام صادق می دیدی چیز عجیبی می دیدی. گفتم بی چی بود؟ فرمود آقا وقت مسموم شد، چند روز در بستر بود، لحظات آخر عمرش که رسید فتح عینه، آقا هر دو چشمش باز کرد برای آخرین بار. فرمود که اجمعوا لی کل من بینی و بینه قرابه، هر کس که با من یک نسبتی داره همه را جمع کن. قالت، همسر آقا میگه فلم نترک احدن الا جمعنا، هر که با آقا نسبتی داشت بالاخره فامیلی داشت ما همه را جمع کردیم. حضرت وقتی همه جمع شد، چشم مبارکشه بعد از اونی که باز کرده بود و دستور جمع کردن داده بود و بسته بود، برای آخرین بار به اینها نگاه کرد، فنظر الیه، یه نگاهی به اینها کرد، فرمود شفاعت ما خانواده شامل حال کسی که نماز را سبک بشمارد نمیشه. این شفاعتنا لا تنال مستخفن بالسلام. این پیام امام صادق است که خدا در قرآن به جدش فرمود و امر اهلک بالصلاه، خانواده‌ت به نماز وادار بود. فقط
یه جمله بگم، خیلی عاشق گریه بر جدش امام حسین. امام صادق، شما را مسموم کردم، میدونم خیلی مصیبت بود به خانواده شما، اما بعد از شهادت شما تشییع جنازه با شکوه برگزار شد. فرزندان ما، شما شاگردان شما آمدن، شاگردان شما آمدن به همسر شما تسلیت گفتن، اما آقا جان کربلا کسی نیامد به خانواده جد شما تسلیت بگه. عوض تسلیت اسفار و نعل تازه کردن. حتما شنیده این اون ماجرایی رو که همسر امام حسین مادر علی اصغر حضرت ربابه دی وقتی در مجلس اون بی ادب با چوب خیزران به لب و دندان آقا زدن، بی بی تحملش تمام شد. وقتی برگشت کربلا زیر سایه نرفت. اگر این نهضت عاشورا، این پرچم هدایت و این باغ باشکوه میوه‌داد از زلال دانش و منطق رسا و گویای حضرت صادق علیه السلام بود، خدایا همه ما را قدردان این نعمت بیش از پیش قرار بده. خدایا امنیت کشور ما بیش از پیش تأمین بگردان. کشور ما، مردم ما، خدایا این دعا از سویدای قلب ماست، چون الحمدلله در این کشور ظرفیت هست. خدایا همه مردم افغانستان را، حاکمیت افغانستان، ساکنان افغانستان، ملت بزرگ افغانستان را در محوریت قرآن و اهل بیت به همدیگه برادرتر و مهربانتر بگردان. توطئه دشمنان اسلام و اهل بیت که مورد احترام همه ملت افغانستان و مسلمین این سرزمین است، خدایا جریان‌های افراطی و انحرافی را به خودشون برگردان. خدایا با حضور و با اخلاص در صحنه‌های سرنوشت ساز ملت ما، جوانان ما، زنان و مردان ما را بیش از پیش یاری بگردان. خدایا مشکلات اقتصادی، تربیتی، آموزشی، امنیتی ما را برطرف بگردان. خواهران و برادرانی که در همه نمازهای جمعه شرکت میکنند و در این برنامه، خدایا عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. الله